با گذشت 15 روز از قتل عام مردم بیدفاع غزه، بعضی از نشریات انگار هنوز نمیخوان از خواب غفلت بیدار بشن. فشار افکار عمومی باز هم روی تیتر برخی از سایت ها و روزنامه ها، در حالی که تقریبا دو هفته ای هست که جنگ غزه و نبرد نابرابر تیتر اصلی خبرها و روزنامه ها بوده، این روزها پرونده ننگین دیگری به نام کشتار مردم بیگناه شجاعی خبرساز شده. جنایات وحشیانه ای که حتی در عرصه بین المللی هم رسانه هایی که مستقیما به حمایت از این رژیم پرداختند، باز هم قادر به پنهان کردن این اقدامات وحشیانه نبودند و اون رو تیتر اصلی خبرهای خود کردند. به گونه ای که واشنگتن پست با قرار دادن یک عکس از حملات غزه اون رو تیتر اصلی خودش قرار داده، از شمار کشته شدگان در بمباران غزه خبر میده و ایندیپندنت هم از آخرین گزارشات قتل عام در غزه می‌نویسد. فجایعی که البته علارغم پوشش اون در بسیاری از سایت ها و روزنامه های داخلی، در اتفاقی عجیب چند روزی هست که در برخی از سایت ها و روزنامه ها یا شنیده نمیشه و یا کمتر شنیده میشه. به گونه ای که در دو روز گذشته روزنامه های ایران، ابتکار، شرق، آرمان و کار و کارگر هیچ کدام در نیم صفحه اول خود هیچ تیتری از تحولات غزه نداشتند. چشمهای مبهوت مخاطبانی که امروز هم روی تیتر این روزنامه ها بود تا ببینه امروز تحت فشار افکار عمومی مسئولان این روزنامه ها چه واکنشی رو نشون میدن، در حالی که اعتماد، شرق و ابتکار امروز این خبر رو تیتر اصلی خودشون قرار دادن، اما انگار خبرهای سوخته ای مثل حاشیه های خداحافظی بازیکنان فوتبال و تحولات مسکن و مشکلات میدان آزادی برای مسئولان برخی از این رسانه ها مهمتر بوده و علارغم فشار افکار عمومی باز هم واکنش چندانی به تحولات غزه نشان ندادن. در حالی که آرمان با تیتر کوچکی در صفحه اصلی از میزان شهدای غزه خبر میده، روزنامه های آفتاب و امتیاز کماکان از مشکلات پایتخت و اموال توقیف شده یکی از باشگاه های فوتبالی می نویسند. دنیای اقتصاد هم چالش های مذاکرات هسته‌ای و فرصت های پولسازی رو تیتر می کنه. اشتغال اتباع خارجی هم در تیتر اصلی روزنامه فرهیختگان قرار می گیرد. موضوعی که با واکنش افکار عمومی مواجه شده و حالا باید دید در روزهای آینده رویه این روزنامه ها چه تغییری خواهد کرد.